1393 آغازگر این مسیر باشه که ایران عزیز ما، مردم ایران، به آزادی و رفاه کامل برسند. درود بر شما. مرسی دارشان، بسیار متشکر هستم. اجازه بفرمایید که برویم به بلژیک. روزگاری است، البته ما هنوز امکاناتمون خیلی محدوده، همینجور که ملاحظه کردید من به خاطر اینکه مطمئن بشم صدای آقای زهاب حداقل در حد معقولی به شما دوستان میرسد، این تلفن‌ها رو سعی میکنم زمانی که داریش صحبت میکنه عوض بدل کنیم. من گاهی برنامه های تلویزیونی که میبینم، برنامه خود ایرانو، اون آخر برنامه میبینم اسم 100 نفر رو نوشتن، حالا 100 نفر نه ولی 80 نفر رو نوشتن. ما کم و کاستی اونم تو این سن و سال به هر حال میبخشید. اما دیجیتال، عصر جدید، علم که واقعا بشر هر روز در اون بیشتر پیشرفت میکنه و ما اگه بخوایم سرعتمون اینجوری که در جامعه ما این دوستان سرعت نگهدار شدن عمل بکنیم، نمیدانم 50 سال دیگه ما که نیستیم، ولی امیدوار هستم که جامعه ما جای خوبی قرار بگیره. آقای گران در بلژیک، آقای خدمت شما عرض کنم زهاب در لس آنجلس، بنده در سیدنی، هم اینا همه یه جمع میشه میره در استودیو تلویزیون پارس یا روی سایت majidwars.net، بعد میره رو ماهواره، بعد میاد مثلا در قزوین و رشت و تاکستان و اصفهان و اینا دوستان ما نگاه میکنن. عظمت علم واقعا چیز عجیب و غریبی شده است. سلام میکنم به جناب آقای محمود رضای گران. ضمناً آقای گران ما سر و صدا قرار شد نباشه توی تلفن تو، خواهش میکنم. آقای گران صدای من میشنوید؟ بله جناب آقای وارث، درود بر شما. درود بر شما. همینطور خدمت جناب آقای زهاب هم عرض ادب و احترام، درود بر شما، همینطور به همه خدمت، به همه هموطنان عزیزم نوروز رو هم تبریک میگم. امیدوارم که سال سرشار سلامتی و تندرستی باشه برای همه هموطنان هم در هر کجای این کره خاکی که هستن و صدا و تصویر ما رو الان میشنون. متقابلا من هم خوشحالم از اینکه در خدمت شما دو استاد پیشکسوت خودم هستم. امیدوارم مباحثی که امشب مطرح میکنیم مورد توجه بینندگان عزیزمون در نخستین روز سال 1393 قرار در نهتون است. بسیار متشکرم. اجازه بفرمایید برویم سراغ داریوش زهاب مجددن. داریوش جان، اگه بخوای از سالن فروم یک گزارش مبسوط مهم و یعنی نکات هایلایت های این مسابقه رو برای ما بگی، خیلی مایلم که دقایقی در خدمتت این رو بشنویم. اصلا خدمتی که من این خوشحالی رو داشتم که در سالن فروم بودم. سالن فروم سالها من در این سالن بودم، زمانی که لیکرز درش بازی میکرد و آشنایی کامل با این سالن داشتن. البته مقداری تغییرات خیلی خوبی دادن در ظاهر قضیه. سالن، شما اگر وارد سالن فروم میشدید در دو روز شنبه و یک شنبه هفته گذشته، به هیچ وجه احساس نمیکردید که در یک سالنی در کشور آمریکا هستید، چون که فضای ایرانی بود و برای من واقعا تعجب آور بود که در آمریکا و تیم ملی آمریکا میزبان هست، چرا حداقل در یه حالت تعادلی نیست. یعنی باور کنید که مقیاس 10-1 باید بگم خدمتون به این شکل بود. خب این نمای اول بود، بعد کشتی ها بود. داریشان اجازه بفهمید، انجام شد و ما میدیدیم که تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقاتی که با تیم های همگروه خودش نظیر ارمنستان، ترکیه، از کنم که آمریکا و هند، واقعا یه سر و گردن از همه بالاتر بود و به خصوص در مسابقه آمریکا که حساسیت زیادی داشت و دید و شک ای انجام می شد، تمام سالن یک طرف سالن خالی شد و همه آمدن در اطراف تو شک یک که کشتی ایران و آمریکا رو ببینن. هم از نظر سیاسی حساس بود این قضیه، هم از نظر اصلا به خاطر روابط گذشته و حال و هم از نظر فنی و کشتی، و خوشبختانه اون آزمون هم موفق بیرون اومد. اما من قبل از اینکه بحثمون شروع بشه فقط به یک نکته اشاره میکنم و امیدوارم که این یکی از مایه های بحث باشه. یکی نظم و ترتیب ایرانیان که به صورت گروهی و با
پرچم‌های جمهوری اسلامی آمده بودن منو به شگفتی واداشت. این مسلماً از دیدگاه من یک جریان اورگنایز شده و یک جریان سازمان یافته بود. این یکی. دوم این که به طور کلی کشتی‌ها یک چیزی رو به ما نشان داد و اون است که اگر ما دقیقاً به ارنج تیم‌ها نگاه کنیم می‌بینیم که تیم ایران با قدرت کامل به این مسابقات آمده بود، البته چند تا جوان رو هم آورده بودن، ولی تیم‌های دیگر چنین توجه بسواسی به این قضیه نداشتن و از نظر سوابق و دارندگان مدال اگر بخوام بسنجیم باید کنیم که تیم ملی کشتی آزادیبان تقریبا یک دست همه شون به غیر از یکی دو تا کشتی که حسین خانی باشه و میثم نصیری، بقیه همه مدال آور بودن، ولی در تیم آمریکا و روسیه ما چنین چیزی رو نمیدیدیم. من این رو فقط میتونم سریعاً بهتون بگم و منتظر هستم که بحثمون آغاز بشه. و خدمتتون عرض کنم که روی من گاهی اگر صدا برای صدای من در استودیو است، من نزدیکترم به این میکروفونه، ولی همون میکروفونی هست که صدای داریوش و گران رو هم میگیره. میبخشید اگر گاهی بالا پایین هست، سعی میکنم که به هر حال تنظیمش هم بکنیم در طول برنامه. روی صحبت‌های داریوش چند تا سوال به ذهن من آمده، منتها اجازه بفرمایید که نظر کلی آقای گران رو هم در این رابطه بشنویم، بعد کارو ادامه میدیم. آقای گران، خواهش میکنم. نگاه بکنیم یک جشنواره در واقع کشتی هست. 10 تیم برگزیده مسابقات قهرمانی جهان World Championship میان دعوت میشن به مسابقات جام جهانی، ولی نگاه تیم های مدعی مثل تیم روسیه، معمولا تیمی که خب به هر حال پر افتخار ترین تیم حال حاضر جهان هست به لحاظ سابقه، نگاهشون به مسابقات جام جهانی همواره نگاهیست به رو به آینده و همین خاطر همواره به همین شکل شرکت میکنن با نفرات در واقع امسال هم با نفرات دوم و سوم مسابقات جام یارگین که دو ماه پیش در روسیه برگزار شد در این مسابقات شرکت کردن. یعنی تفاوتی امسال میتونیم بگیم با تیم روسیه حداقل. سال قبل مسابقات جام جهانی در تهران روسیه با یه دونه مدال دار جهانی شرکت کرده بود، امسال هم باز هم با یک نفر، بقیه نفراتشون هیچ کدوم حائز عنوان نبودن. تیم امریکا اما من راجع بهش صحبت خواهم داشت، حالا اگه مباحث ادامه دار در ادامه میتونیم راجع ببینید مباحث جناب گران، مبحث ما شروع شده در واقع. من خواهش می‌کنم که اگر نقطه نظراتی پیش میاد اینو بفرمایید. من همینجا یه سوال از شما دارم که در رابطه با صحبت که آقای زهاب کردن، این که شما فرمودید این یک جشنواره کشتی هست، به هر حال متوجه فرمایشتون هستم، چرا تیم ایران، نمیگم بقیه تیم‌ها جدی نگرفتن، اما فکر میکنید چرا به اندازه ایران دنبال مثلا مدال و قهرمانی در این مسابقات؟ خب طبیعتا یکی که تیم دوم یا سومشو میبره، خب این طبیعتا دنبال مدال یا قهرمانی در یه مسابقات نیست، ولی عقل سالم با آدم میگه که اگه میخوای مدال یا قهرمانی بگیری احتمالاً، حالا الزاماً معنیش این نیست که اگه تیم اولو ببره حتما اول میشه، ولی به دنبال اینه. فکر میکنید چرا این به اصطلاح تضاد یا به نوعی عدم مشابهت، اگه بتونم اسمشو بذارم، در ذهنیت کشتی ما و مثلا کشتی روسیه به عنوان مهمترین حریف ما وجود داره؟ آقای گران، خدمتتون. اتفاقا این موردی که شما میفرمایید سوالی بود که من هم دنبال این جواب میگشتم. پس میخواین از آقای زهاب بپرسید؟ مورد مهمی هست، ولی اونجایی که پاسخش رو من دریافت کردم به این صورته که تیم ملی رو میخوان در واقع بعد از برگزاری مسابقات قهرمانی جهان یک زمانی بهشون استراحت دادن، سالی که یعنی سال میلادی 2013 تیم ما برای اولین بار بود که کشتیگیران تیم ملی ما منع شدن از حضور در مسابقات لیگ باشگاه. آقای گران یکم بلندتر صحبت کنید لطفا. خواهش میکنم. عرض کردم خدمتتون که ملی پوشان ما امسا
سال برای اولین بار برای اینکه بتونن یک دوره استراحت و ریکاوری رو در واقع داشته باشن و بعد از انجام تمرینات زمستونه بتونن به شرایط تا اندازه‌ای آمادگی دست پیدا بکنن، روی این اصل کادر فنی در نظر گرفتن که تیم اصلی خودشون رو برای آغاز فصل از رقابت‌های جام جهانی استارت بزنن. تا اونجایی که من اطلاع دارم این برنامه در سال‌های آینده راجع به مسابقات جام جهانی انجام نخواهد شد و تلاششون برای این خواهد بود که برن سراغ ساختن تیم‌های دوم و سوم و چهارم. حتی بسیار ممنونم از توضیحتون جناب آقای گران. منطقه من احساسم اینه، حالا داروش بهتر میدونه، من احساسم این است که کلن ما الان چندین سال در سعی میکنیم با توسل یا تکیه بر مهارت جوانانمون در ورزش مطالب دیگری رو از این طریق ثابت بکنیم و مدال کلن دوست دارن دوستان. یعنی من از الانم میبینم برای مسابقات آسیایی صحبت اینه که چند تا مدال میگیریم، چیکار میکنیم، کیو ببریم مدال میگیره یعنی صرف تدارکات فنی به نظرم میرسد که دلیل عمده نباشد. برای همین هم است که به هر حال برای این مسابقات که من به هیچ وجه نمیخوام ارزش رو بیارم پایین، ولی قطعا آقای گران حالا توضیح خواهند داد ارزشش از جام جهانی مسابقات قهرمانی جهان پایین تر هست، اونم در یک رشته انفرادی. این جور قهرمان شدن و خدمت شما عرض کنم تکیه کردن و نمیدونم نظام ما و فلان بود و اینا نیست. من یک سرود کوتاهی از اینو حدود 40 ثانیه است اینو پخش میکنم، بعد صحبت های آقای زهاب رو میشنویم. ببینید تیم کشتی آزاد ایران میبره این مسابقات رو. در پایان این مسابقات تلویزیون جمهوری اسلامی که این مسابقات رو پخش میکنه به کرات در مورد این که این پیروزی جمهوری اسلامی بوده، ال بوده، بل بوده، و در این با حضور گزارشگری که تمام مسائل کشتی رو الان سالهای ساله، حالا به حق و ناحقش من کاری ندارم، در اختیار گرفته، دریغ از یک بحث فنی مختصر، دریغ از یک توضیحی که همین الان گران و آقای زهاب دارن میدن. این تیکه کوتاه میشنویم در خدمتتون. تبل شادانه بکن، پیروز و مردانه بکن. کسب مقام قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران را به تمامی ملت غیور کشورمان تبریک عرض می نماییم. بسیار عالی، این افتخار آفرینی، این شاد بودن، این قهرمانی واقعا شایسته هر ایرانی است در هر جای کره خاکی. به همه شما تبریک عرض می‌کنیم، به خانواده بزرگ کشتی، به خانواده بزرگ این عزیزانی که امروز یک بار دیگر افتخار آفرینی کردند و یک بار دیگر پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران رو به اهتزاز. این جالبه آقای عامل عزیز، ما چهارش کشتی گرفتیم با کشورهای قدرتمند کشتی که بدون هیچ باخت وارد دیدار پایانی وارد فینال شدیم و تیم روسیه قدرتمند رو شکست دادیم. این خیلی برای ما هم 6-2 چه نتیجه واقعا قابل توجهیه، واقعا عالی بود. آقا چطور بود کشتی در مجموع؟ اصلا خیلی جالبه، این دوست ما این همه تبلیغ کرد که 6-2 و چی و اینا، بعد آخر سر از آقای اون دوستش پرسید که آقا چطور بود کشتی ها؟ آقای زهاب در خدمتی. حضورتون عرض کنم که بهتر بود من این سوال رو جور دیگری مطرح میکردم. دوست دارم که آقای گران هم توجه بفرمایید. باید میپرسیدیم که چرا ایران با تمام قوا شرکت کرده، نه اینکه بپرسیم که چرا تیم‌های دیگر با قدرت. بله من تقریبا همین سوالو کردم. آقای گران میدونن، جنابالی هم میدونین، آقای وارد، در تمام این سالها درخشانترین پیروزی های کشتی ما در سالهای غیر المپیکی بوده
و تقریبا بلا فاصله بعد از المپیک بوده. دو تا نمونه خوب 1961 یوکوهاما و 1965 منچستر انگلیس، درست بعد از دو المپیک که ما واقعا افتضاح کردیم از نظر نتیجه گیری. اما من بهتون بگم، من بادی لنگویج و قیافه آمریکایی ها رو دیدم بعد از شکست در برابر ایران و حتی روی سکوی قهرمانی. به هیچ وجه اینها ناراحت نبودن، خیلی هم خوشحال بودن. چرا؟ برای اینکه من فکر میکنم اونا با هدف و برنامه‌ای که داشتن مشخصا به اهدافشون رسیدن. اما من تصور میکنم، امیدوارم تصورم غلط باشه، که دولت این تیم رو مجبورش کرده بود، اگرم خادم نمیخواست، مجبورش کرده بودن، چون این بازی ها، این مسابقات در خاک آمریکا انجام میشه و حریف ما تیم ملی آمریکا هست، حالا یا در فینال یا در گروه، حتما شما باید با تیم کامل برید، با آگاهی به اینکه میدونستن آمریکایی‌ها با تیم اصلیشون نمیان، شما باید با تیم کامل برید و این پیروزی رو کسب کنید. تمام این شعارها و اینها بعد از مسابقه نشان دادن از چیزات، این چیزات. من تو روزنامه‌های ایران تیتر خوندم پوزه آمریکا را به خاک مالیدیم. خب این نشانه از چیه؟ در مسابقاتی که به قول آقای گران مسابقات جام جهانی اهمیت چندانی نداره، فقط یک زمان ارزشیابی و عرض کنم که بررسی وضع کشتی یک کشور هست، تیم ملی یک کشور هست، چرا ما باید با تمام قوا بیایم؟ من فکر می‌کنم جوابش در همین بود، در همین مختصری بود که بنده خدمتتون عرض کردم. آقای گران خدمت شما هستیم. برداشتم این هستش که تیم ایران در رقابت‌های جام جهانی علل خصوص از زمان روی کار اومدن رسول خادم، این استراتژی رو خود آقای خادم انتخاب کردن که سال 2012 هم با ترکیب اصلیش شکست در جمهوری آذربایجان تیم رو قهرمان کرد. سال 2013 هم بحث میزبانی ایران رو مطرح کردن. یعنی من خودم یکی از مباحثی که با یکی از مربیان تیم ملی بعد اون مسابقات داشتم این بود که به خصوص بعد المپیک تیم‌ها میرن رو به جوانگرایی میارن و شما نبایستی، در حالی که خود شما، یعنی خود شما که امروز مربی تیم ملی هستی و سال 1992 یکی از کشتی ایران اون سال تیم ملی بودی، خودتون میدونید که چقدر توجه به جوان‌ترها میتونه کمک بکنه به آینده‌شون. استدلالشون این بود که خب ما میزبانیم، به هر صورت امسال حساسیت میزبانی ایالات متحده طبیعتاً تاثیرگذار بوده، ولی این رو باید در نظر گرفت که امریکایی‌ها با اینکه در واقع شکست خوردن در مواجهه با تیم ما، ولی امریکایی‌ها روند پیشرفتشون نسبت به آخرین رقابتی که رو در روی تیم ما در مسابقه‌ای که به نام نبرد روی ریل در اردیبهشت ماه همین امسال در نیویورک برگزار کردن، اونجا اگر 6-1 مسابقه رو واگذار کردن، این بار اومدن و 3 وزن کشتیگیرهای ما رو شکست دادن. یعنی امریکایی ها روند رو به پیشرفتی رو در این مدت میتونیم بگیم از خودشون نشون دادن. ضمن اینکه من اعتقاد ندارم امریکایی ها نفراتی بهتر از این رو میتونستن داشته باشن، چون به هر صورت شاکله تیمی امریکا در فاصله دو المپیک معمولا ساخته میشه و امریکایی دنبال ستاره هایی میگردن برای المپیکشون. جناب مرسی از توضیح فردا دوست نازنین و وارد. یک سوالی من دارم، یعنی دو سوال در واقع، که اولی رو خواهش میکنم آقای گران خلاصه تر جواب بدن که آقای زهاب بتونن در مورد یک موضوع بسیار مهمی که در ابتدای صحبتاشون اشاره کردند بیشتر ما رو در جریان بگذارند. سوال من جناب آقای گران خدمت شما این هست که فرض کنیم این مسابقات، البته این حالا فرض برای این، من این فرض رو نمیخوام بگم که پیروزی بچه ها رو بیارم پایین، اما اگر این مسابقات مسابقات قهرمانی جهان بود، اولا تیم ایران ممکن بود اصلا قهرمان نشه، حالا میخواستم ببینم نظر شما چیه. ثانیاً اصلا در مسابقات تیم به تیم سالهای سال از قدیمم تیم ایران معمولا به کمتر تیمی میبازه، اما کشتی خب ما میدونیم
کشتی یک ورزش تیمی نیست، کشتی یک ورزش انفرادی است. و من حالا این سوال شما اگر موردی دارید پاسخ بدید تا با آقای زهاب در میون بگذارم. کاملا درست میفرمایید جناب وارث. یعنی ما در طول تاریخمون حتی در رو به صورت تیمی اتفاقا همین نکته رو من میخواستم به یه شکل دیگه راجع به تیم امریکا خدمتتون عرض بکنم. این شاید به درد ادامه بحثمون هم بخوره. ببینید امریکایی ها در 14 سال گذشته اگه ما بریم دارنده های مدال طلای المپیک رو از بین امریکایی ها تو کشتی آزاد بررسی بکنیم، ببینیم المپیک 2000 امریکایی ها با براندون اسلی طلای وزن 74 کیلو رو بردن. در المپیک 2004 در وزن 84 کیلو با کایل ساندرسون همین طلا رو بردن. در المپیک 2008 با هنری سویدو در 55 کیلو مدال طلا بردن. و در المپیک 2012 این آمار رو ارتقا دادن و علاوه بر جردن باروز که خب قابل پیشبینی هم بود، با جیک وارنر هم حتی تونستن مدال طلا بگیرن. در حالی که کشتی ما از المپیک 2000 که خود شما تشریف داشتید در المپیک سیدنی و علیرضا دبیر رو گزارش کردید برای رادیو ورزش، از اون سال به بعد ما رنگ مدال طلا رو هنوز در المپیک ها ندیدیم. در حالی که این امریکایی هایی که برنده مدال طلا شدن بجز جردن باروز هیچ کدوم سابقه روشنی در دنیای کشتی ندارن. یعنی میخوام اینطور خدمتتون بگم، امریکایی ها از فرصت حضور در مسابقات اینچنینی تیم خودشون رو در واقع چاله چوله هاش رو پر میکنن، نفراتشون رو شناسایی میکنن، ولی نقطه اوج خودشون رو، اون پیک دوران آماده سازی خودشون رو برای رسیدن در واقع فتح قله میگذارن برای المپیک. خب بسیار خاطرم موفق میشن مدال بگیرن. ممنونم آقای گران. ممنونم. بحث کشتی رو خوشبختانه انقدر فوتبال و کشتی در جامعه ما مشهور و معروف هستن که خود مردم بزرگترین تحلیلگران هستن. ما یک سوالی رو در صفحه فیسبوک گزارشگران مطرح کردیم. من خیلی دلم میخواد که با آقای زهاب و آقای گران نظریات این دوستان رو هم در مورد این سوال مطرح کنیم، نظر خود من رو هم اعلام بکنم، برخی از نظرهایی که اعلام شده هست رو هم بگوییم، شاید هم آخر برنامه بتونیم تلفن باز کنیم که نظر شما رو هم. و اون سوال این هست که سال نو هست، آرزوهاتون برای ورزش ایران در سال 93 چه هست؟ دلتون میخواد چه تغییری بکنه؟ چه اتفاقی توش بیفته؟ اما قبل از اینکه این سوال رو بریم بررسی کنیم، من میخوام برگردم به این بحث که این مسابقات به گفته آقای زهاب، به گفته آقای گران، آنچنان مسابقات مهمی نیست. گفتم پیروزی زیباست، حالا گفتم ارزش کار بچه‌ها نیاد پایین، اونم سر شب عیدی و چه می‌دونم کام کسی رو ما خدای نکرده بخوایم تلخ کنیم، اما اینی که برای این مسابقات یه عده آدمایی که هیچ زحمتی برای این تیم نکشید، آقای لاریجانی، نمیدونم آقای ناطق نوری، آقای هاشمی، آقای رهبر، آقای رئیس جمهور، تبریک پشت تبریک پشت تبریک، این نباید ما رو گول بزند که فکر کنیم فاصله ما واقعا از تیمای بزرگ اینجوری شده است، این مسابقات مثلا جام جهانی بوده، المپیک بوده، جام جهانی فوتبال منظورم، المپیک بوده، و ما فراموش نکنیم که کشتی ورزش ملی ما هست، ورزش اصلی ما هست. دست آقای خادم و دوستانش هم درد نکنه که یک همچین شرایطی رو به وجود آوردن و الحق و الانصاف خوب کار کردن و این تیم رو به اینجا رسوندن. اما ما نباید حرفی بزنیم که جامعه واقعیات رو نفهمه، مثل این دوستمون که توی تلویزیون جمهوری اسلامی صداشو هی بالا پایین میکرد و نمیدونم چی میکرد و اینا. یک سوال دارم مهم از آقای زهاب، اشاره کردن که این به آینده کشتی و به شرایط کشتی خیلی ربط پیدا میکنه. یکی این که امریکاییایی که تمام استادیوماشون برای ورزش‌های مختلف، حتی ورزش‌های باشگاهیشون، مملو از تماشاچی هست، بسکتبالشون اصلا جا پیدا نمی کنید شما، مسابقات بین‌المللی دیگه‌ای که برگزار میشه، چرا به سالن کشتی نرفتن؟ وضعیت کشتی در عالم واقع در دنیا چه وضعیتی هست؟ کشتی از نظر پولسازی، از نظر حضور توی تلویزیون، اصلا آیا میتونه رقابت بکنه؟ چون اون چی که من توی این سالن دیدم، نگران شدم که دوباره بحث حذف کشتی
به اصطلاح پیش بیاد از المپیک، چون جهان با این وضع اقتصادی که داره اساسا نمیشه مطمئن بود که تحمل یک ورزشی که صرفا هزینه دارد رو بتوند تحمل بکنه. یکی این بحثه، بحثی که باز در کنارش دانشخان دلم بخواد توضیح بده، اشاره کرد که این سالن پرچماش فقط پرچم، ما حالا به پرچم کار نداریم که، یعنی کار که داریم اما تو این بحثمون کار نداریم، ولی این که گفت ارگنایز شده، سازماندهی بوده، و خب من در لس آنجلس که بودم بسیاری از طرفداران ورزش هستن اینا که پرچم مورد نظرشون این پرچمی نیست که توی سالن دیدیم، گفتن این سازماندهی شده. دلم می‌خواست که راجع به اینم برای ما توضیح بدن. دانشخان در خدمتیم، پرچونگی کردم. خواهش می‌کنم. اولا در مورد که این آمریکایی‌ها کجا بودند، من خیلی به راحتی میتونم به شما بگم، چون من شب و روز ورزش آمریکا رو تعقیب میکنم. ببینید من عاشق بسکتبال آمریکا هستم، عاشق فوتبال آمریکایی هستم، بیسبال هم خیلی دوست دارم نگاه میکنم. من به شما بگم اگر ایرانی ها در این سالن نبودن 100 نفر هم تماشاگر حضور نداشت. چرا؟ به خاطر اینکه کشتی ابدا طرفداری در آمریکا نداره. اگر یک کشتی رو از تلویزیون آمریکایی پخش کنن، باور کنید پایین ترین ریتینگ رو میگیره، حتی کمتر از ماهیگیری که ESPN میذاره، حتی کمتر از گالف، برای اینکه بریدن از این ورزش. یه قشت خاصی در غرب میانه آمریکا مثل اوکلاهاما و آیووا و اینا، اونم یه عده قلیلی دنبال این ورزش هستن. این از این مسئله، این از دیدگاه من. اما چرا پرچم، مسئله پرچم هم بذارید منم واضح بگم. ببینید پرچم وقتی که میاد، اگر اندازه های مختلف و ابعاد مختلف داشته باشه، شما میگین خودجوشه، آدم ها رفتن هر کسی یه پرچمی تو خونش داشته برداشته آورده، ولی وقتی که اتوبوس پشت اتوبوس تماشاگران رو پیاده میکنه با پرچم های یک اندازه و به یک شکل در دستان مردم، این ارگنایز شده است. من مخالفتی با این ندارم، برای اینکه نهایتا اونجا فقط فریاد ایران ایران بود که بلند بود. شما در تمام این کشتی هایی که خود من گزارش رو تهیه کردم، متاسفانه جمهوری اسلامی صدا رو میبنده، حالا این بار اشتباه کردن، این بار باید صدا رو واقعا باز میکردن، و من کاملا شما میبینید که تمامش پرچم های یک دست، البته یکی چند تایی هم از پرچم قدیم ایران، پرچم زمان قبل از انقلاب، پرچم شیر و خورشید هم بود. من خودم شاهد حوادثی بودم، حالا نمیدونم الان میتونیم راجبش بحث کنیم یا بعداً. نه خیلی بفهمید. بیرون استادیوم از من شکایت میکردن که چرا اجازه نمیدن ما پرچم شیر و خورشید ببریم. اینم یک دلیل دیگر برای ارگنایز شدن. ببینید اینجا دولت پولی بودجه‌ای در اختیار اینجور رویدادها نمیگذاره. اینها همه با دونیشن و کارهای خیریه انجام میشه. دو نفر پیدا شدن اخیراً، یک ایرانی و یک آمریکایی، که به این کشتی کمک میکنن. دستشون هم درد نکنه، ما مخلصشون هم هستیم که نمیذارن ورزش کشتی بمیره حداقل در آمریکا. و اینا این پولا رو دادن. اینها سازمان‌های امنیتی رو استخدام کردن، سازمان‌های خصوصی امنیتی. شما در سالن فروم و اطراف فروم پلیس آمریکایی نمیدیدید. اگرم میدیدید فقط به خاطر ترافیک بود، یه چند نفر قلیلی، ولی یک عده جوان، پسر و دختر جوان رو، اونا رو هم من دیدم که با اتوبوس آوردن، که این سازمانی که استخدام شده بود برای کارهای سکیوریتی و امنیتی، این آدم ها هم آمدن اونجا، خیلی هم خوشرو و خیلی هم خوب بودن، رفتارشون با مردم خوب بود. به عهده این افراد بود و این افراد بودن که جلوی پرچم رو، جلوی چشم من، جلوی پرچم ورود پرچم شیر و خورشید به داخل سالن رو گرفته بودن. من ترجم کردم در کشوری که من 36 ساله دارم زندگی میکنم درش، و شما آزادی بیان دارید تا جایی که شما خشونت و هرج و مرج به خرج ندید و نظم رو به هم نزنید و ترسپسینگ نکنید، یعنی از حریم کسی به حریم کسی تجاوز نکنید، شما آزادی کامل دارید. به چه علت پرچم شیر خورشید رو راه نمیدادن؟ بنده رفتم پرسیدم به شکایت یک خانومی که آمد پیش من و گفت آقا شما یک کاری بکنید، چرا نمیذارن ما پرچم خودمون رو ببریم؟ خب من رفتم پرسیدم از یکی از همون مامورین امنیتی، گفتش که رئیسشون بهشون دستور داده. گفتم کی به رئیسشون دستور داده؟ رئیسشون از خودش نمیشناسه. حتی به من برگرد و پرچم خنجر نشان رو ما راه نمیدیم. توجه بفرمایید، پرچم خنجر نشان یعنی منظورشون همون شیریه که در دست شمشیریه که در دست شیره، ما پرچم خنجر نشان راه نمیدیم. من فهمیدم که این ارگانایز شده هست و از طرف کسانی هستش که این
کمک های مالی رو به فدراسیون کشتی آمریکا میکنن و این اختیارات بهشون محول شده. این دیدگاه من بود از این واقع. جناب زاب شما اشاره کردید که اینا به کشتی کمک میکنن دستشون درد نکنه. من امیدوارم که اینا دست از سر کشتی وردارن، برای اینکه کشتی همه چیز اهمیتش یک هزارم مسئله آزادی نیست، اونم تو کشوری مثل آمریکا. شما بیایید برای بردن یه تیکه از نظر فیزیکی یه تیکه پارچه، ما داریم راجبش صحبت میکنیم، یکی جلوی در جلوی شما رو بگیره که این پارچه چون مرقش است به شیر و خورشید و پرچم قبل از جمهوری اسلامی در طول تاریخ ایران، این رو نمیتونید ببرید تو چیه، به کشتی شما پول میدی؟ واقعا شرم‌آور نیستی؟ اینی که کسی دلش میخواد ببره یا نبره، اونم که پرچم جمهوری اسلامی بوده آزاده، باید ببره دلش میخواد ببره. اصلا تمام حرف ما بالا و پایین کردن مسائل، تحلیل مسائل، دست آخرش اینه که ما همه بتونیم اون کاری رو که به دیگری لطمه ای نمیزنه، آزاری نمیرسونه، اذیتی نمیکنه رو همه بتونیم انجام بدیم. و الا که حالا 50,000 تا از این مدالای طلا هم ما بگیریم، اگه دست آخرش ما نتونیم چه میدونم پیرنی که دلمون بخواد بپوشیم، این درست این همون مسئله حجابه که این لباسو حق داری بپوشی، این لباسو حق نداری بپوشی. اصلا من به بعد سیاسیش هم کار ندارم. و این معلومه همچی که داروش میگه این قول و قراری بوده، پولی رد و بدل شده، نمیدونم چی بوده، ولی واقعا تعجب میکنم که در یک کشوری مثل آمریکا یه همچی اتفاق میفته. هرچند که این غربی ها متاسفانه بینندگان عزیز یکی از یکی تو این مسائل حرفاشون تو خالی تره، برای جوامع خودشون اینجوری سا، یعنی اگه یه پرچم دیگه ای تو آمریکا یه امریکایی میخواست بیاره، در این استرالیا کسی اگه تو استادیوم خواست پرچم ابورجینیزا رو، بومیای قدیمی رو ببره، اگه کسی جلوشو بگیره دیگه بزرگش معلوم نیست کجاش میشه. رو همین پل هاربر بریجی که اینجا هست هنوز یه پرچم استرالیا در اهتزازه، یه پرچم ابورجینیز. نمیگم اینا به بومیاشون احترام آنچنانی میذارن، اما حداقل این ظواهر رو رعایت میکنن. من متاسفانه در جام جهانی 98 فرانسه هم که بودم، پلیس فرانسه، حالا اینجا داروش که پلیس آمریکا این کار نکرده، ولی پلیس فرانسه جلوی بازی ایران و آمریکا در استادیوم لیون جلوی مردم رو میگرفت و خدمت شما عرض کنم پرچما رو میگرفت. حتی گروه زیادی از بچهای مجاهدین خلق اونجا بودن که لباساشون رو حتی از تنشون در آوردن. من فیلمش هم آماده کرده بودم که امشب نشون بدم، متاسفانه نمیشه، حتما هفته دیگه این رو نمایش میدم. که پلیس فرانسه، آخه شما به ابتدایی ترین حقوق آدم ها توجه نمی کنید. آقای گران در خدمت شما هستم. آقای وارث اجازه میدید من قبل از اینکه آقای گران شروع کنم با عرض معذرت یه مطلب کوچیکی رو عرض کنم خدمتتون. بفهمی خواهش کنم. آقای گران ببخشید یه لحظه آقای زهاب صحبتشون رو بکنن. بله، با پوزش از آقای محمود رضا گران عزیز. ببینید یه نکته رو من تاکید کنم روش، به هیچ وجه با اون چیزی که من دیدم این مسئله رو به حساب دولت آمریکا نگذارید، یا پلیس محلی یا دولت محلی آمریکا یعنی کالیفرنیا نگذارید، اصلا و ابدا، چون اصلا اینها دخالتی در مسائل امنیتی و اینها نداشتن. و به طور این مسائل امنیتی شلوول بود، من اینطوری براتون بگم که آدمایی که با بلیط وارد می‌شدن، خب بیا اسکنشون می‌کردن با اون دستگاه‌هایی که دارن که ببینن اشیاء غیر مجاز به داخل سالن نره. اما تمام این پرسپاس که من هیچ جا اینو ندیدم، پرسپاس یعنی همین کسانی که مثل ما خبرنگارا اینا راحت می‌تونستن با هر چیزی وارد سالن بشن، یعنی به راحتی می‌شد وسایل امنیتی رو به هم زد اونجا. اینو من بگم، پس بنابراین معلوم میشه که این افرادی که اونجا بودن یک افراد آماتوری بودن. این یکی. دوم این که این مسئله پرچم یک حالت مرموز دیگه هم داشت در این قضیه جام جهانی کشتی. کسانی که در این شهر لس آنجلس از قبل برای هر رویدادی موبیلایز میکردن، بسیج میکردن افراد رو که پرچم سابق ایران رو، پرچم شیر و خورشید رو به داخل استادیوم ببرن، این بار حتی یک کلام هم راجع به این قضیه صحبت نکردند. حالا
در فاصله بین ماه می سال گذشته که تیم کشتی آمریکا برای دیدار دوستانه می‌خواست، تیم کشتی ایران برای دیدار دوستانه می‌خواست بیاد به لس آنجلس که یادتون هست که به چه شکل به هم خورد، تا این زمان جام جهانی کشتی چه تمهیداتی، چه فعالیت‌های انجام شده که هم صدای ایرانیان مخالف رو خاموش کردند و همین که در جلوی درب ورزشگاه سالن ورزشی اجازه ندادن که پرچم شیر و خورشید وارد سالن بشه. بسیار متشکرم دارشان از توضیح مبسوطی که دادید. بسیار علامت سوال بزرگی در ذهن بنده هم هست. و آقای گران بفرمید. جناب وارث عزیز، همینطور جناب زهاب گرامی، این بحث به هر حال دابل استاندارد در رفتار و کردار هموطنان ما هست، همونطور که شما فرمودید این رو نمیشه به حساب امریکایی‌ها گذاشت یا حتی به حساب اروپایی‌ها گذاشت یا استرالیایی‌ها. این ما هستیم که متاسفانه علی‌رغم اینکه 30 سال کمتر یا بیشتر به بیرون از مرزهای ایران میایم، ولی متاسفانه سلکتیو برخورد میکنیم. یک چیزهایی رو از غرب میگیریم، یک چیزهایی رو که مربوط به اصطلاح فاندمنتال هست، اساسی هست، از جمله احترام به آزادی ها، احترام به افکار، عقاید متنوع رو متاسفانه یاد نمیگیریم یا به هر صورت رعایت نمی کنیم. یه نکته رو هم من در خصوص فقط بحث کشتیمون، فقط این نکته رو خدمتتون خیلی دلم میخواد امشب اگه فرصت بشه به تاکید این رو بگیم که فدراسیون کشتی ایران با بدهکاری مالی فراوانی مواجه است و فشار فراوانی روی این فدراسیون هست و وزارت ورزش طی 5 ماه گذشته که آقای خادم اومده بر سر کار، کمترین همراهی رو با این فدراسیون انجام داده. مبلغ بدهی که از فدراسیون آقای خطیب باقی مونده بر روی دوش فدراسیون آقای خادم رقمی حدود 8 یا به عبارتی حدوداً زیر 9 میلیارد تومان هست و این مبلغ باقی مونده، همین پرداخت نشده و این در آینده میتونه برای کشتی ما حتما، یعنی روند پیشرفتی که الان مسیری که داره کشتی ما طی میکنه رو به خطر بندازه. من داشتم این نکته رو هم اینجا خدمت شما حتما توضیح بدم. شما خیلی کار خوبی کردید آقای گران که توضیح فرمودید. ما حدود 8 دقیقه دیگه میریم به تبلیغات. در طول این 8 دقیقه من میخوام اون بحث رو آغاز کنم، منتها چون در تکرار این برنامه با این اوضاع احوالی که ما داریم بخش اول فقط پخش میشه، دارم تلاش میکنم که اون بحث مربوط به آرزوها رو حداقل در تکرار برنامه که پخش نمیشه مستقلن دوستان بتوانند روی فیسبوک یا جاهای دیگه دنبال بکنند. یه سوال فنی از آقای گران دارم که البته وقتی من اینجا چی میکنم میگم من سوال دارم، دوستان عزیز من زهاب گران به حضور دارش خان که خودش خود صاحب خونه است دیگه، دارش خان هر موقعی که شما فرمایشی دارید من با کمال میل میشنوم، اشتباه نشه. خواهش میکنم در خدمتتونم. گوش میکنم خدمتتون عرض کنم که آقای گران شما شکی نیست آقای زهاب هم میدانن که شما کشتی رو خیلی خوب دنبال میکنید. من به فکر بازی های جام جهانی آینده هستم و خیلی دارم میخواد شما یه برآورد فنی مبسوط و مختصر در این چند 7-8 دقیقه‌ای که داریم کلن از وضعیت تیم کشتی آزاد ایران با توجه به این که من چند تا مطلب بگم. ما در وزن 70 کیلو پیمان یارحمدی به حریف ترکش در این مسابقات باخته، ما اون مسابقات رو 7-1 بردیم ولی یه باخت داشتیم. در وزن 65 کیلو میثم نصیری به حریف آمریکاییش باخته. در وزن 74 کیلو عزت اکبری هم به حریف آمریکاییش باخته، هم به روس. در وزن 86 کیلو احسان لشکری باز به حریف آمریکاییش باخته. در وزن 125 کیلو کمیل قاسمی نباخته، اما دو تا مسابقه شو به زحمت یکیچ برده.
و در وزن 57 کیلوگرم حسن رحیمی هم به حریف فکر میکنم بله لبدوف باخته. حالا 70 کیلو 65 کیلو 2 تا 74 3 تا 86 4 تا 57 5 تا، یعنی ما در سه وزن، یه وزنی که ما اصلا باخت نداشتیم، خب ستاره تیم ایران کشتیگیری که من یکی از آرزوام، یکی از دلایلی که خیلی دلم می‌خواست بودم در لس آنجلس دیدن کشتی رضا یزدانیه و این بنده خدا این پلنگ جویبار در المپیک لندن هم واقعا اگه هر کسی حقش طلا بود این در صدر جدول بود که زانوش درد گرفت، برای نظر بنده است. من میخوام ببینم با توجه به این پنج باخت که اگر این مثلا در مسابقات قهرمانی جهان بود یا المپیک بود و مثلا تو گروه ما اینا افتاده بودن که اصلا پنج کشتیگیر ما تقریبا میرفتن به سمت حذف شدن، اوضاع ما رو چجوری بررسی میکنید آقای گرام میشنم؟ خدمت شما عرض بکنم جناب وارث، بر نقطه خیلی مهمی انگشت گذاشتید، خیلی نقطه حائز اهمیتیه. یعنی ما در 40 مسابقه که تیم ما داد، ما در 6 مسابقه شکست خوردیم، 34 مسابقه رو برنده شدیم. از این 6 مسابقه که ما کشتی ها رو واگذار کردیم، من میتونم یه تقسیم بندی بکنم، یک تقسیم بندی بین اون کشتیگیران ما که عنواندار جهانی بودن و اون کشتیگیرانی که جوان بودن. بر این اساس شکست میثم نصیری و ایمان یارحمدی رو میتونیم تو یک کتگوری قرار بدیم و شکست حسن رفعی، احسان لشکری و عزت اکبری رو میتونیم تو یک کتگوری دیگه بررسی بکنیم. نظر من این هستش که شکست پیمان یارحمدی و میثم نصیری که در هر دو مسابقه هم این عزیزان ما کشتی رو جلو بودن، مسابقه پیمان یارحمدی که اصلا نه بر هیچ جلو بود از مصطفی کایای ترک و حضرت فاصله تا پیروزی با امتیاز کامل نداشت، ولی خب تعادل اون تمرکزش رو داد. کشتی جوونه آقای وارث، یعنی بهره اصلی رو ما باید در واقع با شکستی که این طور جوان‌های ما می‌خورن ببریم. پیمان یارحمدی باید زمین بخوره، همونطور که سال 2007 مهدی تقوی در نخستین سالی که علیرضا حیدری شد سرمربی تیم ملی و آخرین سالش هم بود، همین مهدی تقوی رو علیرضا حیدری گذاشت در ترکیب تیم ملی، برد جام جهانی. آقای گرام معذرت می‌خوام، فکر کنم سوال من و شما کامل، شاید من بعد گفتم زیاد کامل متوجه نشده. من منظورم این نیست که این ورزشکارا زمین باید نخورن یا تجربه پیدا نکنن، فرمایش شما رو میپذیرم. من میگویم با توجه به این که من دیدم در یک برنامه دیگه دوستان اصلا میگن یه سال دو سال آینده من میترسم ما در باد این پیروزی ها آنچنان بخوابیم که معلوم نشه داستانمون چی میشه بعدن. میگویند که یکی دو سال دیگه اصلا حریفای ما دیگه بازیچه ما با حضور آقای خادم و نمیدونم تیم بسیار خوبشون و رئیس فدراسیون بودن و اینا. من سوالم این است که این 5 تا باخت اگر در مسابقه قهرمانی جهان بود که اصلا این تیم 5 تا یارش حذف میشدن. در نتیجه اوضاع رو بر اساس این میخواستم ببینم چگونه، یعنی اصلا اینجوری مطرح کنیم، فاصله ما آیا با کشتی جهان به همین شکلی است که ادعا می شود، یا اینکه نه ما هنوز حد اکثرش می توانیم خودمون رو بین سه تیم اول دنیا از نظر تک به تک ارزیابی کنیم؟ ببینید وارث، من منظورم این بود که ما با یه تقسیم بندی از شکستامون بتونیم، همین رو می‌خواستم در واقع به همین سوال شما، من عجله کردم بفهم، ما میتونیم چه آینده ای رو داشته باشیم. اما در پاسخ کوتاه سوال شما میتونم بگم که روند کار فنی کشتی ما با حضور رسول خادم یک روند رو به جلو هست، یعنی سبک کشتیگیری ما پیشرفت کرده. بچه های ما کار با دست رو که اساسا ضعف داشتن و به خصوص تو کشتی با حریفای روس ما از این ناحیه لطمه میخوردیم، ولی خوشبختانه با حضور رسول خادم کشتی ما، کشتی گیرای ما تهاجمی کار میکنن، کار با دستشون خیلی خوبه،
حریف به خصوص روسا رو از نفس میندازن و بنابراین میتونم بگم که رو به پیشرفتیم. منتها اگر به خواب غفلت بریم، اگر فکر بکنیم که تمام رویدادها و اتفاقات مثل مسابقات قهرمانی جهان در بوداپست، مثلا کشتیگیر روس میاد به حریف هند میباز، از اون طرف میتونیم با عزت اکبری به فینال برسیم و همیشه اینطور خواهد بود، نه، من فکر میکنم اینطور نخواهد بود و ما مطمئنن باید از این شکستی که حسن رحیمی خورد، عزت اکبری و احسان لشکری، درسای لازم رو برای آیندهمون بگیریم. درود باشه. ما حتما تلاش میکنن و فراموش نکنید روس ها کشتیگیران قدرتمندی رو دارن که در حال حاضر یا نیاوردنشون تو میدون، ولی مطمئنن با ترمیم تیمشون در هر مسابقات قهرمانی جهان در تاشکند به سادگی بوداپست فکر نمی کنم اونا عنوان قهرمانی رو به همین راحتی از دست بدن. درود بر شما جناب آقای گران. ما میخوایم به تبلیغات بریم، فصل اول برنامه رو ببندیم. منتها قبل از اون میخواستم داروش خان اگر جنبندی یا مطلبی میخوان به این فصل اضافه بکنن بشنویم. بله، حضور شما، شکرم که با خیلی از مطالبی که آقای گران گفتن موافقم و اینو میخوام فقط اضافه کنم که به هیچ وجه بنده خودم شخصا چیز نیستم، یعنی معتقد نیستم که چون ایران تیم اولش رو آورد و بقیه تیم اولشون رو نیاوردن این پیروزی به دست اومد. بنده معتقدم که کشتی ایران در دست آدم توانایی است الان، هم به عنوان رئیس فدراسیون، هم به عنوان مدیر تیم‌های ملی و هم به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد که در ایشون در این نقش هم عمل میکنه. آقای رسول خادم، با خود خادم من 10 دقیقه صحبت کردم، دیدگاه‌هاش برای من روشن شد. من مطمئنم که خادم کارش درسته، خادم کشتی ایران رو در حال پیشرفت نگه میداره، اما واقع‌گرایی و اشاره به این مسئله وظیفه ماست. ما باید بگیم من چون خیلی چوب خوردیم ما در طول تاریخ، در فوتبال، در کشتی، در ورزش‌های رزمی، و امیدوارم که این بار یکمی با سعه صدر بیشتری عمل کنیم و همینطوری که داریم میبینیم این مسابقات رو به عنوان یک چپتر، یک فصلی از کشتی ایران بگذاریم ازش و بریم جلو و در بادش نخوابیم، همونطور که در ورزش‌های رزمی، گهی در فوتبال، گهی در کشتی این کارا رو کردیم. ولی ارزش کار کشتیگیران، به خصوص من یه اشاره کوچیکی بکنم ما بریم به آگهی آقای وارد، ارزش کار کشتیگیران رو به هیچ وجه ما نادیده نمیگیریم، به خصوص یک کشتیگیری که من فوق‌العاده ازش خوشم اومد، مسعود اسماعیل پور بود که کشتی‌های سختی گرفت، عقب می‌افتاد در کشتی و میومد جبران می‌کرد. یکی دیگه حسین خانی هست، مصطفی حسین خانی، که واقعا یه چهره‌ای است که به زودی قهرمان جهان خواهد شد. عزت اکبری هم به نظر من نمی‌دونم دوچار مسائل روحی روانی شده بود، هم به کشتیگیر ترک باختم، به کشتیگیر عرض کنم که آمریکایی با بله آمریکایی هم باخت، جردن باروس، و اینا همه ترمیم میشه. اما کشتی ایران در دست آدم لایق و شایسته است. بیم آگهی آقای باری. خدمت شما عرض کنم، ممنون آقای زهاب. یه نکته‌ای که قطعا باید بهش توجه بشه، من بیشتر از اینکه نگران تیم ایران باشم که شرایط بسیار خوبی داره و خادم که از بچگی من نونهالان کشتی میگرفت، مسابقاتشو گزارش میکردم، حالا ماشاءالله دیگه اسم بزرگ کشتی ما شده و داره کارش انجام میده، اینا به جا من نگران خود کشتیم. من اینی که تیم آمریکا به این خوبیه ولی در سالن فقط 100 نفر امریکایی میان، امریکاست که اگر ورزشی درش گل بکنه پول میاد توش، موقعیت میاد توش. یا ما باید سیستممون این رو بپذیره که کشتی پولساز نیست ولی افتخار آفرینه، توقعی ازش نداریم که پول بسازه، پول به پاش میریزیم که این رشته رو زنده نگه داریم، قهرمان جهان نگهش داریم و از اون مهمتر این ورزش رو پایدار ببینیم در المپیک ها و مسابقات جهانی. اما همین جوری که حالا یه تغییراتی دادن، جاذبه های کشتی کم بیشتر شده، امیدوارم این روند ادامه پیدا کنه که حیفه، واقعا حیفه، برای اینکه هیچ ورزش دیگری در ایران از نظر عمومی بودن، مهارت داشتن و باطن داشتن به حد کشتی ما نمیرسه، نخواهد رسید، چه روزی که مدال میبریم
چه روزی که مدال نمیبریم. میریم به آگهی ها. منتها بینندگانی که از طریق سایت و یوتیوب ما رو دنبال میکنن در این فاصله که تلویزیون پارس آگهی هاشو پخش میکنه، یکی دوتا از کشتی ها رو انتخاب کردم که خدمت اون دوستان پخش میشه. حسن رحیمی با دو بنده قرمز، قهرمان جهان در سال گذشته، مبارزه خودش رو آغاز